بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نهایت عزیز برنامه فرهنگ و تمدن اسلام، بعد از سپری نمودن یک هفته باز هم خدمت شما هستیم. موضوع این هفته برنامه فرهنگ و تمدن اسلام در ارتباط به اهمیت محیط زیست و جایگاه آن در اسلام، که در این ارتباط ما دعوت نمودیم از استاد محمد ضمیر خالقیار، رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی، که انشاءالله بحث هایی را می داشته باشیم در ارتباط به محیط زیست و اهمیت آن در اسلام، چه دیدگاه و چه نظری دارند. که واقعا اهمیت حفظ محیط زیست در افغانستان و خارج از افغانستان بر هیچ بشر و هیچ کسی پوشیده نیست. در آیات و احادیث زیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنان در آیات قرآن عظیم الشان در ارتباط به حفظ محیط زیست تاکیدات بیشتری وارد شده، که حتی باری هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگد اگر قیامت نزدیک باشه و یک دانه هم درخت و یا یک سرسبزی را میتونید شما بکارید یا یکی نهالی را غرس بکنید، باید از اون لحظه استفاده کرده بر شادابی و زیبایی محل و محیط از او استفاده بکنید. جناب استاد، قبل از همه شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. در ارتباط به محیط زیست، اسلام و دید شریعت اسلام در ارتباط به نگه داشتن محیط، ماحول و یا هم منطقه چی دید و دیدگاهی دارد که چگونه باید مایی را نگاه کنیم و چگونه باید یک محیط و ماحول داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی. دقیق، دین اسلام به نسبت از همه مسائل زیادتر توجه به حفظ محیط زیست و برای صحت و صحتمندی و درستی یک انسان که در صحت تام قرار داشته باشد توجه زیادتر کرده است. ما وقتی که نظری میندازیم به اصل اسلام، به احادیث، آیات و اقوال فقها در امورات تشریعی و اخلاقی و غیره، آن چره که اسلام حکم حلت و حرمتش را صادر کرده، به نسبت از این که امورات اخروی داشته باشند، قبل از امورات اخروی که چه مجازاتی دارند و چه مکافاتی دارند، زیادتر تمرکز توجه دین اسلام به امورات دنیوی و برای زندگی و صحت انسان است. هر آنچه که برای انسان مضر تمام میشه به صحت انسان، او را الله متعال و تشریع اسلامی حرام قرار داده، ناجایز قرار داده، فاسد قرار داده، باطل قرار داده، مکروه قرار داده، به گونه های مختلف، هر یکشان از رار خود، از دیدگاه زیست انسانی و از دیدگاه حیات انسانی، از رار به مراتب خود داره و احکامی هم به مراتب برشان ذکر کرده شده، یک با دیگرش فرق میکنه. و هر آنچه که به صحت انسان زیادتر مفید هست، او را حلال قرار داده، جایز قرار داده، روا قرار داده و مباح قرار داده که باید استفاده بکنن. این زندگی اصلا به امورات دنیوی تعلق میگیره که بعد ما در حالت صحتمندی بتانیم تا عبادت الله متعال را انجام بدیم، سرانجام مکافات ما را هم در اینجا داشته باشیم و بعدتر در آخرت داشته باشیم. پس توجه دین اسلام برای محیط زیست خیلی زیاد است. محیط زیست اصل معنا و مفهومش امین که زیست کردن در فضای پاکی باید بوده باشه. از همه آلودگی ها و گندیدگی ها ما باید پاک بوده باشیم و درست زندگی بکنیم. حتی تنها به هم اکتفا نکرده دین اسلام که تنها ماحول ما پاک باشه، بلکه محیط زیست تعلق میگیره به امورات صوتی. زمانی که ما سخن میگیم، زمانی که ما کلام میگیم،
باید به محدوده سخن بگوییم که جانب مقابل ما مورد آزار و اذیت قرار نگیره و از او رنجیده نشود. اگر ما در کلام ما سخنهایی را به کار ببریم که جانب مقابل از او ذهنش تخریش شود و خودش هم رنجیده شود، این آهسته آهسته باعث برای امراض جسمی و روانی جانب مقابل میشه. پس دین اسلام از این گونه مسائل ما را منع کرده است و همچنان ما ضرورت داریم برای محیط زیست هوا. بله. باید هوا پاک باشه و در رابطه با محیطی که ما زندگی میکنیم، ماحولی که ما زندگی میکنیم، در اون راستا باید ما پاک بوده باشیم و توجه داشته باشیم. تقریبا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ایمان به 72 شعبه و یا به 72 بخش تقسیم می شود. یکیش از اون 72 بخشی که تعلق می گیره به امورات ایمانی و اندیشه ما هست، دور کردن اشیای مضره که ضرر می رسانه برای محیط زیست ما از راه هست و باید ما در راهی که میریم حرکت میکنیم، آنچه که برای انسان باعث ضرر میشوه و باعث رنج میشه باید او را دور بسازیم که طبیعتاً همی گندگی هاست و هدایات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که شما آنچه که بول براز هست یا گندگی که از وجود انسان بیرون میشه باید در سایبانی که مردما در اونجا نشست میکنند و مجلس میکنند، در اونجا باید صورت نگیره و همچنان در راه باید صورت نگیره. یعنی از این جاها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ما را منع کرده به خاطری که این محیط زیست ما را تخریش میکنه و باعث بر ازی میشه که تولید امراض شوه و باعث بر ازی میشه که آهسته آهسته گندیدگی ما حول ما زیاد و زیادتر شود. به خاطر دین اسلام بالای پاکی ما حولی را که ما زندگی میکنیم زیاد توجه کرده و احکامی داشته. بسیار زیاد تشکر استاد محترم. دوستان نهایت عزیز، ای که دین مقدس اسلام به خاطر داشتن یک محیط و ماحول پاک و نظیف چه دساتیر و احکام دارد، بعد از وقفه انشاءالله موضوع را پیگیری میکنیم. باز هم خوش آمدید دوستای نهایت عزیز. برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است. موضوع برنامه اهمیت و جایگاه محیط زیست در اسلام چه جایگاه و چه اهمیتی دارد با جناب استاد محمد ضمیر خالقیار. استاد، قبل از وقفه من سوال پرسیده بودم که کسانی که فضا و ماحول و محیط جایی را که ما زندگی میکنیم و یایی که منطقه را که زندگی میکنیم، یایی که هوا و هر آن چیزی را که در فکر انسان میرسد، پیشتر شما از صوت هم صحبت کردید، دین مقدس اسلام در این موضوعات چه دساتیر و رهنمودهایی دارد که چگونه ما میتونیم این مشکلات ها از جامعه و محیط خود به دور بسازیم و یک فضا و ماحول خوب داشته باشیم؟ ما خوب است اصل زندگی ما برگرفته شده و از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب ایشان بوده و باید بوده باشه. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از یک طرف اگر پیغمبر بود و از جانب دیگر در همه امور، چه سیاست، چه مسائل تکنولوژی که امروز ساینس سرش بحث میکنه، چه مسائل طبی، چه مسائل اجتماعی و فرهنگی، نظیرش در جمله انسانها از بدو و پیدایش آدم علیه السلام تا آخری که سور هم بدمه نه پیدا شده و نه خواهد هم پیدا شد، در همه امور یک فرد کامل بود. یقین است. آن چرا که گفته برای ما او سرمشق زندگی ماست. در مدینه منوره یک قبیله بود که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، البته طریقی وحی غیر مطلوع، گفته شد که خداوند مردمان اون قبیله را خیلی زیاد دوست دارد. پیغمبر خدا گفت که اینا کلش مسلمان،
در مدینه منوره در ماحول ما زندگی میکنن. و همه انسان، پس چه فرقی بین اون مردم قبیله است که خدا با ایشان دوستی داره و این دیگرارا؟ چنین چیزی بیان نشده که خداوند گفته باشه که ما اون قبیله دیگر هم دوست داریم. بنابراین رفتن تحقیق کردن، بعد از جستجو به این نتیجه رسیدن که اون قبیله پاکی و طهور و زندگی کردن را در فضای بسیار پاک دوست داشتن. پس هر کدام ما که پاک زندگی میکنیم، پاک میخوریم، پاک مینوشیم، پاک گپ میزنیم و در امورات پاکی زیاد پاک و پاکتر میباشیم، الله متعال چون پاک هست ما را دوست میداشته باشه. ببینین در امورات عبادی که نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج هست، حق اولیت برای نماز داده شده بعد از البته کلمه توحید. در اینجا ما در صورتی نماز ما درست میشه که پاک باشه، لباس ما پاک باشه، اون جایی که نماز میخوانیم پاک باشه، مکمل بدن ما. این همه شرایطی را که هر یکی از مسلمان من حیث مسلمان که است در مساجد پیش ملا امام میخوانند که پاکی جای است، پاکی جامعه است، پاکی مکان است و غیره، کلش عنوانای پاکی ذکر کرده شده. اگر ما پاک نباشیم پس نماز ما درست نمیشه. علت چی است که ما همه دساتیر در آیات قرآن کریم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار به زیبایی و کامل داریم، ولی ما وقتی که میبینیم در محیط و جامعه که زندگی میکنیم همه در مجموع البته اینمی دساتیر عملی نمیکنیم در زندگی ما، علت و عامل از این چی بوده میتونه؟ دقیق قسمی که علامه اقبال گفته که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که است در مسلمانی ماست. بله. یعنی ما از آموزه های دین اسلام، بله، از سیرت و روش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و از عملکرد اصحاب پیغمبر دور استیم. بله. جامعه ما امروز چنان نیست که به طرف محیط زیست بره، به طرف حفظ محیط زیست بره. حفظ محیط زیست ما تعلق میگیره بر از این که ما از آموزه های دینی آگاهی داشته باشیم و آگاهی پیدا کردن آموزه های دینی طریقای مختلف داره، همه طریقایش پیش روی ما هست. مساجد هست، مکاتب هست، مدارس هست، پوهنتونا هست که به شکل رسمیش و به شکل غیر رسمیش بزرگان ما هستند و همچنان به شکل اجتماعیش این میدیا و دیگرها هستند که کاش شوه که این میدیاهای تلویزیون ها و این همه رودیو ها در وقت خود را مصرف بکنند برای بیان کردن امورات اسلامی. امورات اسلامی گفتم یک بخشش تعلق میگیره برای اخروی ها که چه جنت باشه و چه دوزخ، اما چندین فیصد از بخش آموزه های دینی برای حفظ محیط زیست است، برای زندگی در این جهان است، مگر که ما از او درستر معلومات نداریم. این عدم معلومات ما، این آگاهی ما از دین اسلام باعث میشه برای از این که ما محیط زیست ما خراب شد. در دین اسلام پیشترم شما گفتین که اگر ساعت یا روزی برای ورود قیامت باقی ببانه و برای من و تو لازم هست که در اون وقت زنده باشیم، نهالی به دست ما باشه، سبزی به دست ما باشه، او را در زمین غرس بکنیم، این خودش سبب میشه که فضا را از گرد و غبار و آلودگی ها پاک بسازه. ما به جای از این که این کار را انجام بدیم، امید پلاستیکا و چیزهای گندگی های خانه های خود سر راه ها میندازیم، به جای از اینکه برای سبزه زار کردن یک زمین خشک توجه داشته باشیم، او را تبدیل میکنیم به خاکدان یا این است که به مزبله. او خودش باعث میشه که محیط زیست ما را خراب بسازه و او محیط زیست به دیگه کسی ضرر نمیرسانه. من باور کامل دارم که به دین اسلام ضرر نمیرسانه، به الله متعال ضرر نمیرسانه. تمام ازرار از او یک در پی دیگر به وجود ما، به صحت ما و به خود ما است. باز هم زیاد تشکر جناب استاد.
بیننده های گرامی یک وقفه کوتاه باز هم برمیگردیم در ارتباط به موضوع انشاءالله بحث های دیگری هم داریم. باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت گرامی. موضوع برنامه ما در ارتباط به اهمیت و جایگاه محیط زیست در اسلام است که جناب استاد ما تشریحات بسیار خوبی تا حال ما داشتیم. ما امیدوار هستیم که هر فرد در خانواده شروع کنند به نگه داشتن حفظ محیط زیست تا بریم تمام مملکت. خب نگه داشتن محیط زیست و یکی که دور داشتن مضراتی که برای انسان ها ضرر داره مسئولیت کیها میتونه باشه؟ همین کسایی که در خانواده ها خودشان همو مزبله و یا همو کثافاتی که از بیرون آورده در جایی که مقرر شده از طرف دولت و شاروالی در اوجه نمیندازن و در سر راه میمانند، یا که در سر راه میندازن و یا که موادی را استفاده میکنن که مثلا مضر ضرر داره برای کسایی که در اوجه زندگی میکنن. مسئولیت های کی هست که ما بر رسیدگی به این بکنیم و بتانیم یک فضا و محیط خوب داشته باشیم؟ دقیق، در ابتدا اولا این مسئولیت مسئولیت حکومت است که به نظر ما حکومت تا حدود زیادی مسئولیت خود را در این راستا ادا هم کرده و داره که ادا هم میکنه، چون یک ریاست بسیار بزرگ مستقل به نام حفظ محیط زیست داره و همچنان تبلیغات خود داره و در مرتبه دوم آگاهی دهی طبیعتاً از طریق تلویزیون ها و نشرات است که برای مردم آگاهی داده شود، هم از اضرارش و همچنان از آنچه که برای صحت انسان تمام میشه منافع و اضرارش بیان شود. و بعداً طبیعتاً ما و شما وقتی که طفل بودیم در اون 5 سال یا 6 سال که عمر ما شده بود میرفتیم داخل مسجد، اونجا قبل از اینکه ما را الف با بر ما تعلیم بده اون ملا صاحب توجه بسیار خاص بالای امی امورات صفایی، پاکی و محیط زیست ما می داشت که همه پاکی ها را بر ما می داد. طبیعتا ملا امامان مساجد مسئولیت بسیار بزرگشان است که اطفال در این رابطه بسیار زیاد تشویق کنند که اونا پاکتر زندگی بکنند. اگر آلودگی ها و گندیدگی های محیط آنگونه که از بزرگا می باشه همچنان از اطفال هم خیلی زیاد و زیادتر میشه، چون اطفال در داخل خانه زیادتر با گندیدگی ها و با مشکلات روبرو می باشند که توجه داشته باشد. بعدا طبیعتا مکاتب، مدارس با انتونا وظیفه ایشان است، اما بعد از او همه برمیگرده برای فامیل یک انسان که باید پدر و مادر در این راستا توجه داشته باشند و این پدران و مادران به این فکر باشند که هر زمانی که اطفالشان میره به میدان، چه مکتب میرن، پانتون میرن، در جامعه میرن، نماینده ای از این پدر و مادر میکنن. پدر و مادر اگر اطفال خود اولادای خود را پاک و صاف به میدان روان کردن، مردم میدانند که اینا اندامه پاکی هستند. اگر در صورتی که گندیده بودند و چرکین بودند، طبیعتاً که مردم میگن که اینا یک فامیل بسیار گندیده و چرکینی هستن که این خودش باعث تحقیر و کم احساس کردن اون پدر و مادر میشه. و بعدش هم هر انسان به حیث انسان این مسئول است که حفظ جان خود را داشته باشه. حفظ جانش تعلق میگیره به امی صحتش و صحتش هم تعلق میگیره به پاکی. هر چی که ما پاکتر باشیم امون گونه درستتر زندگی میکنیم. اگر ما میریم پیش دکتر میبینیم که وقتی دکتر مریض هستیم با دستای خالی خود، یعنی با دستای لچ و برهنه خود به جان ما دست نمیزنه، میگه که در جان تو میکروب است، این میکروب باعث مرض هست. اگر ما با این دست برهنه با وجود تو دست میزنم، معنایش اینه که این میکروب به جان ما سرایت میکنه، طبیعتا در دستش دستکش میگیره. به این اساس هر کدام ما پس به این نتیجه باشیم که
حفظ محیط زیست نه، بلکه عدم حفظ محیط زیست باعث میشه ما را که مریض بسازه و باعث میشه که ما پیش دکتر بریم و طبیعتاً اون گپ دکتر هم نوع تحقیر برای شخص من است، اون هم به خاطر کارکرد خودم که حفظ محیط زیست توجه نداشتیم. ما هر انسان به حیث انسان در جامعه انسانی که زندگی میکنیم توجه برای حفظ محیط زیست باید که داشته باشیم. کسانی که رعایت نمیکنن امی اموراتی را که دساتیر دین مقدس اسلام دارد به خاطر نگه داشتن حفظ محیط زیست، وعیدی که بالای از اونها هست چی ها میتونه باشد؟ مثلا یک پدر و یا یک معلم و یا کسی که مسئول از این کار است امور را به درستی انجام نمیته و به سبب از او هوا آلوده میشه، زمین آلوده میشه، دیوارها را مثلا اطفال میگیرن به رنگ خراب میکنن، چه وعیده میتونه داشته باشه؟ من گپ برای امی پدران و مادران میکنم که باید برای خود اولاد تربیه بکنن، نه برای خود دشمن. هر زمانی که توجه به پاکی اولاد خود نداشته باشه، به لباس اولاد خود نداشته باشه، به سر و اندام اولاد خود توجه نداشته باشه، او طبیعتاً به میدان میبره چرک و گندیده، هر کس تحقیرش میکنه، هر کس توهینش میکنه. و این طفل به جای از این که تشویق شوه و یک کسی که به منافع ملت بار بیا، بلکه این طفل عقده میگیره در قلبش، بسیار زیاد اموتو کینتوز میشه، زدی میشه و زیادتر زدی و عداوتش در برابر پدر و مادرش میشه. این خودش باعث میشه که انسان به طرف تعلیم و تربیه درستتر سوق داده نشه اگر کم توجهی از طرف پدر و مادر باشه. اون اطفالی که پاک نباشند، تعلیم و تربیه درست نداشته باشند، باز پدر و مادرشان را تا یک مدت زمانی همراهشان هستند، اما وقتی که به سن بلوغ رسیدن مطابق میلشان اگر پدر و مادرشان بود خوب، اگر نبود این کینه هایی که از طرف مردم تحقیر شدین، توهین شدین در قلبشان است. بلکه بسیار واقع ها صورت پذیرفته که اولادها خیستین پدر و مادر را از خانه کشیدین، پدر و مادر را مورد لط کوب قرار دادین. این باعث میشه که هم خود اون والدین ضرر ببینند و همچنان این کسی که در برابر والدین خود بی احترامی و بی عزتی میکنه، این هم خالی از مضرات و خالی از این مصیبت ها نمی باشد. پس ما باید زندگی بکنیم که اولاد خود برای خود اولاد تربیه بکنیم، یعنی دوست آنگونه که ما امروز دست از او را میگیریم، او را پاک میکنیم و پاک نگاهش میکنیم، فرداها که ما به کهنسالی رسیدیم ما مجبور میشیم که کسی دیگری بیا دست ما را بگیره، کسی دیگری بیا لباس ما را بشویه، کسی دیگری بیا سر روی ما را تمیز بکنه، اون دیگر کسی نیست، پس همین اولاد ما هست، بعدترها این اولاد میه به ما خدمت میکنه. بسیار زیاد تشکر استاد محترم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و به برنامه حاضر شدید. تشکر از شما که وقتان در اختیار ما دارید. تشکر، سلامت باشین. دوستای نهایت عزیز، واقعا محیط زیست و نگه داشتن محیط زیست پاک و صفا و نظیف نمایانگر از فرد و شخصیت انسان میکند. اگر ما در نظافت و پاکی محیط خانه، محیط خود زندگی که میکنیم در جای همین رقم نمایندگی میکنه از مملکت و از یک قاره که ما میباشیم. بنان بکوشیم و کوشش بکنیم و تربیه بتیم اولاد خود به خاطر کوشش و پاک نگه داشتن اینمی محیط زیست. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و یاورتان باد.